در حوالی ساعت 7 یکشنبه شب، موتر یکی از نامزدان انتخابات مجلس در منطقه شیرپور کابل آماج یک ماین مغناطیسی قرار گرفت. در این رویداد انور نیازی، نامزد انتخابات مجلس از پروان، جان باخت و چند همراهش نیز زخم برداشتند. مر دلتا پتکان که ناستو پر دوه بجه دلتا یو دیر سخت انفجار وسو. بیا چه مر وقتل ول پیوائی لکس که کم انفجار سوی دی. درن انفجارو بیا یو نفر زخمی من ولی دیچ پا موتر که شبخانی و خواهد تیر کن. این چندمین رویداد در کشور است که جان نامزدان انتخابات مجلس رو میگیرد. نزدیک به 10 روز پیش از این، جلال صالحی نامزد انتخابات مجلس از کابل در جریان یک عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی شکردره کابل جان باخت. پیش از آن از کشته شدن سعید عبیدالله سادات، عضو پیشین شورای ولایتی غزنی و نامزد احتمالی انتخابات مجلس از این ولایت، در نتیجه تیراندازی مردان مسلح در شهر غزنی در شام 23 سرطان گزارش داده شده بود. در این میان کشته شدن اوتار سنگ، نامزد انتخابات مجلس از اهل عنود، در حمله انتحاری روز دوم ماه سرطان در شهر جلال آباد، مرگ بارترین رویداد شناخته می شود که در آن یکی از نامزدان انتخابات مجلس نیز قربانی شد. یک روز دو روز دیگر یک اعلامیه هم صادر خواهد شد و از حکومت جدی خواهش خواهد شد که در حیث تامین امنیت وظیفه خود مسئولانه انجام بده. وزارت امور داخله درباره برنامه ها از بر تامین امنیت انتخابات و به ویژه تامین امنیت نامزدان انتخابات مجلس چیزی نمیگوید. اما نهادهای ناظر بر انتخابات از چگونگی این روند انتقاد میکنند. ارگانهای امنیتی متاسفانه بارها ازشان خواستیم، اما متاسفانه یک پلان منظم امنیتی را به مردم افغانستان به خاطر تامین امنیتشان در انتخابات ارائه نکردند. نزدیک به 2 ماه به روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان مانده است. اما تامین امنیت این انتخابات گمواره از چالش‌های فرارای این روند دانسته شده است. از نیازهایی است که به باور نهادهای ناظر بر انتخابات، نهادهای امنیتی باید هر روز جدی‌تر از پیش به آن بپردازند.